بسم الله الرحمن الرحیم سلام بینندگان عزیز وقت شما بخیر توجه نمایید به خبر ساعت ده از تلویزیون تمدن عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده که هیئت کابل در نشست سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی در باکو پایتخت آذربایجان شرکت می کند پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست این اولین بار است که هیئت کابل در نشست تغییرات اقلیمی ملل متحد حضور می یابد این نشست قرار است از 11 تا 22 نوامبر در باکو برگزار شود هیئت کابل در حال از آمادگی برای شرکت در این نشست خبر داده که انسانی یکی آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی است. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان از کنگره ایالات متحده خواست به دلیل کاهش کمک‌های واشنگتن به افغانستان مأموریت اداره سیگار سال آینده میلادی متوقف شود بر اساس گزارش سیگار که از سوی جان سابکو به کنگره ارائه شده دولت امریکا در سه سال گذشته سطح مشارکت و میزان کمک ها برای بازسازی افغانستان را 82 درصد کاهش داده در این گزارش آمده که میزان کمک های امریکا به افغانستان از 6. 6.68 میلیارد دلار در سال 2021 به 1.21 میلیارد دلار در سال 2024 میلادی کاهش شیافت سیگار هم سنین با اشاره به پایان مأموریت تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفته که واشنگتن جایگزینی او را تعیین نکرده و ایالات متحده به کاهش نقش خود در افغانستان ادامه میدهد وزارت مالیه اعلام کرده که در یک هفته اخیر حدود 60 تانکر سوخت بیکیفیت را از گمرک های کشور به ایران بازگردانده است این وزارت گفته که این تانکرها از گمرکهای های ابو نصر فراهی نیمروز و ترغندی هرات به ایران مسترد شدند به گفته وزارت مالیه ریاست ارزیابی کیفیت مواد نفتی 20 تانکر سوخت کیفیت را از گمرک فراه 28 تانکر را از گمرک نیمروز و 12 تانکر را از گمرک ترغندی هرات به ایران مسترد کرده است قطر تلاش خود به عنوان یک از میانجیگران در مذاکرات آتش بس میان رژیم اسرائیل و جنبش حماس را معلق کرده است دوحه گفته زمانی دوباره این تلاش ها را از سر خواهد گرفت که طرف ها تمایل خود به مذاکره را نشان دهند این خبر پس از آن اعلام شد که چند مقام آمریکایی مدعی شدند از قطر خواسته به حضور نمایندگان جنبش حماس در این کشور پایان دهد همزمان یک مقام جنبش حماس درباره این اظهارات مقامهای آمریکایی تاکید کرده این گونه ادعاها تنها جنگ تبلیغاتی و کذب است مراسم دست جمعی عروسی شست زوج به مناسبت فرخنده میلاد حضرت زینب سلام الله علیها در کابل برگزار شد برگزار کنندگان این مراسم از خانواده ها خواستند که زمینه ازدواج آسان را برای جوانان فراهم کرده و از رسم و رواجهای ناپسند و مصارف کمرشکن در عروسی ها خودداری کند و خبر اخیر این که مدیریت عمومی افغان پست ولایت بغلان از افزایش 70 درصدی عواید این اداره نسبت به سال قبل خبر می دهد به گفته این مسئولان در دو ربع نخست سال جاری 15 میلیون افغانی عواید جمعآوری و به خزانه دولت واریز شده است با پایان بسته ای خبر این ساعت رسیدیم سپاسگزارم از توجه و همراهی شما خوبان تا درود دیگر بدرود